طور که گفتیم محدودیت‌های مرتبط با کرونا تا یک ماه دیگر در انگلستان برقرار هست. همکارم بهار خدابنده از مقابل یکی از مراکز واکسیناسیون در لندن همراه ماست. بهار، برای ما توضیح بده که دقیقاً چه اتفاقی افتاد، چرا محدودیت‌ها یک ماه دیگه تمدید شد؟ ببین فرهناز، خب انگلستان الان میدونیم که در از نظر واکسیناسیون نسبت به کشورهای دیگه جلوتر هست، از کشورهای پیشرو به حساب میاد. همونطور که میدونیم 79% افراد بالای 18 سال دوز اول رو تا این لحظه دریافت کردن و 56% هر دو دوز واکسن خودشون رو دریافت کردن. منتها مسئله اینجاست که این گونه جدید که به گونه دلتا شهرت داره و اولین بار در کشور هند کشف شده، میدونیم که تا 60% میتونه سریعتر گسترش پیدا بکنه و دوز اول واکسن فقط 33% جلوی این واکسن بدن رو مقاوم میکنه. و بنابراین بریتانیا داره الان انگلستان در واقع، چون اسکاتلند و ویلز جدا از انگلستان کار میکنن در مورد کووید، انگلستان داره الان 4 هفته تلاش میکنه که محدودیت‌هاش رو ادامه بده و ادامه خواهد داد، به این علت که بتونه از این 4 هفته استفاده بکنه که تعداد بیشتری از افرادی که دوز دوم رو هم دریافت کردن رو در کشور داشته باشیم، که در مقابل این گونه جدید یعنی گونه دلتا که به نظر میرسه سریع‌تر و داره اعداد و ارقام رو خطرناک‌تر میکنه، بتونه که مقاومت ایجاد بکنه در سراسر کشور. امروز بعد از ظهر بوریس جانسون این رو به طور رسمی اعلام خواهد کرد و از مردم خواهد خواست که در این قدم نهایی با کشور همراهی بکنن. مخالفت‌های هم با این تغییر در برنامه بوده، دلیل مخالفت‌ها چیه؟ ببین خب برخی از نماینده‌های محافظه‌کار و برخی از نماینده‌های صنایع مختلف و کسب و کارها مخالفت می‌کنن به خاطر ضربه اقتصادی که می‌تونه به کشوری که الان 1.5 سال در واقع اقتصادش تحت شعاع قرار گرفته بزنه. یه دلیل اساسیش اینه که منطقی که میارن در واقع اینه که خب هدف از واکسن این هست که تعداد افرادی که به بیمارستان منتقل میشن به خاطر کووید و تعداد قربانی‌ها کاهش پیدا بکنه، که خب این کاهش رو همچنان در آمار و ارقام بریتانیا کلاً می‌بینیم، کما اینکه در 24 ساعت گذشته 8 نفر جان خودشون رو از دست دادن و در این چند هفته اخیر هم هر چند تعداد مبتلایان به بیشتر از 7800 نزدیک به 8000 تا در روز هم میرسه، اما تعداد قربانیان همچنان اغلب روزها کمتر از 10 نفر هست و به همین علت اونها منتقد هستن که واکسیناسیون داره کار خودش رو میکنه و ما قرار نیست که کووید رو از بین ببریم، کووید با ما خواهد موند، ما باید که بتونیم با این شرایط یه طوری بتونیم کنار بیایم و راه حلی پیدا بکنیم که در کنار کووید بتونیم زندگی بکنیم. برای همین هم هست که مخالفت‌هایی با بوریس جانسون وجود داره. می‌دونیم که اعتراضی هم حتی برگزار خواهد شد، هفته دیگه برنامه ریزی شده که مردم به خیابون هم می‌خوان بیان به اعتراض به همین موضوع. ممنونم همکارم بهار خدابنده از مقابل مرکز واکسیناسیون برنتفورد در لندن.